سلام. به گفتار سوم از مجموع گفتارهای هنر و شیوه های بحث و گفتگو خوش آمدید. در این گفتار طرحی موجز از تحول معناها و کارکردهای رتوریک تا جبر استدلال قوی و گفتمان خردمندانه یورگن هابرماس مطرح شده و با توضیح کاربردهای دیالکتیک سقراطی در بحث های دوران ما و تبیین برخی تفاوت ها بین استدلال های تحلیلی و استدلال های ترکیبی بحث را دنبال خواهیم کرد. در گفتاری جداگانه با عنوان پیوست گفتار سوم نقد انتقادها، به انتقادها و پیشنهادهایی میپردازم که درباره گفتارهای اول و دوم مطرح شدند. در گفتار نخست از جمله گفته شد که شیوه های تنظیم، بیان و ارائه بهتر نظریات و عقاید در بحثها، روش های ساخت، تدوین و بیان استدلال های قوی و مؤثر، راه‌های نقد و تحلیل استدلال‌های مخالف، معیارهای ارزیابی استدلال خود و دیگران، تحلیل زبان و رتوریک مدرن و پسامدرن در سیاست، مذهب، مباحث اجتماعی و در رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب از مهمترین مباحثی است که در مجموع گفتار هنر و شیوه‌های بحث و گفتگو مطرح خواهند شد. در گفتار دوم پیدایی رتوریک و نقش سوفسطائیان را در این عرصه روایت کردم و گفتم که برخی متفکران آتنی قرنهای پنجم و چهارم پیش از میلاد رتوریک را دانش متقاعد کردن مخاطبان، دانش تأثیرگذاری بر مخاطب از طریق استدلال و بهره‌گیری از نشانگان شنیداری، دیداری و ساخت نحوی زبان، دانش به کارگیری صحیح، دقیق و خوشایند زبان و فنون سخنوری تعریف می‌کردند، اما این تعریف‌ها به تدریج و تا دوران ما متحول شدند. افلاطون با نقد رتوریک سوفسطائیان دیالکتیک سقراطی یا کشف حقیقت بر بستر پرسش و پاسخهای هدایت شده را مطرح و این شیوه بحث را در برخی از آثار مهم فلسفی خود به کار گرفت. ارسطو با تدوین و وضع منطق شیوه های بحث را تکامل داد، اما دیالکتیک سقراطی نیز به عنوان یکی از شیوه های مؤثر بحث و گفتگو تا دوران ما بر جای مونده است. نمونه های از کاربرد دیالکتیک سقراطی را در دوران ما در بازپرسی از شاهدان، مطلعان و متهمان در دادگاه ها، در بازجویی از متهمان، در برخی نشست های آموزشی مدارس و دانشگاه ها و در برخی مناظره ها و مصاحبه های سیاسی و غیر سیاسی می توان دید. دیالکتیک سقراطی در ترکیب با شیوه های دیگر و نه به تنهایی می تواند ما را در بحث ها یاری کرده و نادرستی نظر و استدلال مخالف را اثبات کند. مهارت برخی وکلای دادگستری و برخی متخصصان بحث مناظره در شیوه پرسش و پاسخ هدایت شده تا حدی است که می توانند شاهد یا مخالف را به تدریج و غیر مستقیم به انکار شهادت یا نظر خود و به پذیرش نظری مغایر با نظر خود هدایت کنند. طرح پرسش هایی که پاسخ بدانها می تواند به کشف حقیقت های پنهان یا ناگفته منجر شود، هدایت مخالف بدین سوی که تناقض ها را در ادعاها و استدلال های خود دریافته و بپذیرد و نشان دادن ناسازگاری ادعاها، دلایل و شواهد طرف مقابل بحث با یکدیگر و با واقعیت، سه مؤلفه اصلی دیالکتیک سقراطی یا شیوه پرسش و پاسخ هدایت شده است. مهارت در بکارگیری این سه مؤلفه می تواند به کشف حقیقت پنهان شده یا ناگفته منجر شده و درستی نظریات و دلایل پرسش کننده را به مخاطبان نشان داده و اثبات کند. پرسش و پاسخ هدایت شده امکان می‌دهد که مخالف خود را به سمت و سوی هدایت کنیم که به نظر ما نزدیک و از نظر او دور شده و در پاسخ به پرسش‌های ما ناخواسته دلایل، شواهد و گواه‌های خود را نفی و انکار کند. صفت هدایت شده در ترکیب پرسش و پاسخ هدایت شده بدین معناست که پرسش ها نه تصادفی و فی‌البداهه،
که بر بستر طرح و استراتژی از پیش تنظیم شده مطرح می شوند و این طرح و استراتژی پیش از بحث و بر مبنای شناخت نظر، دلایل و استدلال های مخالف طراحی می شود. در بحث با نظر مخالف به ترکیبی از شیوه های گوناگون نیازمندیم و در گفتارهای آینده درباره ترکیب شیوه پرسش و پاسخ هدایت شده با دیگر شیوه ها بیشتر سخن خواهیم گفت. برخی دولت مردان که در مناظره ها و مصاحبه ها پرسش های از نظر خود نامطلوب را نه با پاسخ که با پرسش دیگری پاسخ می دهند، می کوشند تا با بهره گیری از راهکارهای شیوه پرسش و پاسخ هدایت شده مخاطبان را از موضوع اصلی منحرف و روند مصاحبه یا مناظره و بحث را به سود خود تغییر دهند. در این ترفند از بچه مشترک لفظی یا معنایی دو پرسش با موضوعهای متفاوت به عنوان پل گذر از پرسش اصلی به پرسش منحرف کننده بهره می گیرند. آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران در مصاحبه با رسانه‌های غیر ایرانی و در مناظره با رقیبان خود به افراط از این شیوه بهره گرفته است. به عنوان مثال او در چندین مصاحبه در پاسخ به این پرسش که به چه دلایلی هولوکاست را انکار می کنید، به جای ارائه دلایل برای ادعای خود پرسید اگر هولوکاست رخ داده باشد چه دولت و کشوری آن را اجرا کرده و مسئول آن است، یا آوارگان فلسطینی چه نقشی در هولوکاست داشتند. در طراحی این دو پرسش انحرافی جدید از واژه هولوکاست به عنوان بچه مشترک پرسش اصلی و دو پرسش انحرافی بهره‌گیری شده است. دو سوال انحرافی به طور ضمنی و تلویحی دولت آلمان نازی را به هولوکاست و دولت اسرائیل را به آواره کردن فلسطینی ها متهم می کند. ادعاهای ضمنی هر دو سوال از پشتیبانی حقایق و داده های عینی و دانش عمومی برخوردار است که حق را به پرسنده می دهند. اما با طرح این دو سوال، سوال اصلی دلایل انکار هولوکاست از بحث حذف شده است. ترفند بهره‌گیری از پرسش و پاسخ هدایت شده برای گریز از پرسش نامطلوب تأثیری کوتاه مدت داشته و مخاطبان با پی بردن به ساخت ترفند سرانجام به پرسش اصلی برمیگردند. هرچند مخاطبانی با آگاهی اندک از شیوه های بحث یا مخاطبانی که بحث را نه تلاش همکارانه برای کشف حقیقت که نبرد دو سوی بحث تعریف می کنند گمان خواهند کرد که طرح پرسش انحرافی جوابی دندان چکن به پرسش اصلی بوده است. مخاطب یا سوی دیگر بحث نیز می تواند در برابر این ترفند با مسکوت گذاشتن پرسش انحرافی که معمولاً تحریک کننده و برانگیزاننده بیان می شوند به موضوع اصلی برگردد. هرچند برای بار دوم بهتر است که پرسش اصلی را در قالبی دیگر و با افزودن برخی عناصر نو و دلایل تازه مطرح کرده و از وسوسه افشا و آشکار کردن ترفند نادرست رقیب خود بپرهیزد، چرا که این بحث نیز میتواند توجه مخاطبان را از پرسش اصلی برگرداند. در گفتارهای پیشین اشاره شد که ارسطو با نقد رتوریک و با شمردن سه شاخصه اصلی بدعت، تنظیم و سبک برای رتوریک، منطق کلاسیک را تنظیم و قواعد ساخت و ارزیابی انواع استدلال را تدوین کرد. متفکران روم باستان رتوریک را از یونانیان به ارث برده، آن را به خدمت تعلیم و تربیت گرفته و به پنج بخش ابداع، ساماندهی و تنظیم، سبک، حافظه و ارائه تقسیم کردند. از منظر آنان ابداع مباحثی چون کشف و انتخاب داده‌های مرتبط با گزاره و استدلال، تنظیم
مباحثی چون ساماندهی داده ها، سبک مواردی چون زبان، لحن، کلمات و عبارت ها را در بر می گرفت و حافظه و خاطره به نگهداری موارد مهم در ذهن و ارائه به زبان بدن و چهره بر می گرفت. سگانه منطق، گرامر یا نه و رتوریک از هنرهای هفتگانه بود که شهروندان آزاد روم باستان می آموختند. رتوریک در اروپای قرون وسطا به خدمت مذهب گرفته شد و به آموزش فنون خطابه و وعظ محدود شد. در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز آموختن مبانی پنجگانه برهان، جدل، خطابه، سفسطه و مغلطه و شعر از آموزه‌های مدارس آن روزگار بود. در قرن 16 میلادی دو بخش ابداع و ساماندهی از رتوریک جدا و رتوریک به زبان، سبک و ارائه محدود شد. این برخورد که به معنای جدا کردن روند کشف حقیقت از فرایند بیان و ارائه حقیقت بود، به طرح پرسش ها و مسائل دشواری در فلسفه، منطق و متدولوژی علوم منجر شد. پیش از ادامه این مبحث ناگزیریم که تعریفی موجز از دو اصطلاح گزاره و استدلال تحلیلی و گزاره و استدلال ترکیبی ارائه دهیم. درباره تعریف گزاره و استدلال در گفتارهای آینده سخن خواهیم گفت، اما اینجا کافی است تا اشاره کنیم که گزاره و استدلال را از منظری میتوان به تحلیلی، ترکیبی و تمثیلی تقسیم کرد. گزاره و استدلال تحلیلی گزاره و استدلالی است که نتیجه در تعریف یا در مقدمه حضور داشته و نتیجه از تعریف یا از مقدمات استنتاج و استخراج شده باشد. در گزاره و استدلال تحلیلی صدق تعریف یا صدق مقدمات برهان صدق نتیجه است، بدین معنا که اگر تعریف یا مقدمات درست و معتبر باشند، نتیجه به ضروره درست و معتبر است. ساخت و فرم گزاره و استدلال تحلیلی از زبان، محتوا و معنا مستقل بوده و نتیجه این گزاره ها و استدلال ها قطعیت دارند. گزاره و استدلال تحلیلی را می توان به علائم مجرد و انتزاعی برگرداند و بر اساس رابطه منطقی بین عناصر گزاره و استدلال تحلیل و ارزیابی کرد. درستی یا نادرستی و اعتبار گزاره و استدلال تحلیلی نه به ارزیابی معنا و محتوا که به سنجش استحکام منطقی صورت و فرم گزاره و استدلال وابسته است. ریاضیات مهمترین عرصه کاربرد استدلال تحلیلی است. برای نمونه یکی دو گزاره و قیاس تحلیلی را در نظر بگیریم. انسان حیوان ناطق است. سقراط انسان است. پس سقراط حیوان ناطق است. یا همه حیوان‌های ناطق انسانند. سقراط حیوان ناطق است. پس سقراط انسان است. یا استدلال معروف همه انسان‌ها می‌میرند. سقراط انسان است. پس سقراط می‌میرد. هر سه استدلال تحلیلی گفته شده را می‌توان در یک فرم واحد نشان داد. همه آها به هستند. اس به مجموعه آ تعلق دارد. پس اس به است. گزاره و استدلال ترکیبی گزاره و استدلالی است که در آن نتیجه در تعریف یا مقدمات نهفته نیست و به ضروره از تعریف و مقدمات استنتاج یا استخراج نشده است. گزاره و استدلال ترکیبی از قطعیت گزاره و استدلال تحلیلی بی‌بهره است. به عنوان مثال استقراء قیاسی که در آن از جزء به کل می‌رسند از انواع استدلال ترکیبی است.
در استقرا نتیجه بررسی درباره تعدادی از مصادیق یک موضوع به همه موارد تعمیم داده می شود. اغلب گزاره‌ها و قوانین در علوم تجربی بر استقرا بنا می شود. به عنوان مثال، آبهای آزمایش شده در 100 درجه حرارت در ارتفاع سطح دریا می جوشند. همه آبها در 100 درجه حرارت در ارتفاع سطح دریا می جوشند. محتویات این ظرف آب است. پس محتویات این ظرف در 100 درجه حرارت در ارتفاع سطح دریا می جوشند. اعتبار و صدق گزاره همه آبها در 100 درجه حرارت در ارتفاع سطح دریا می جوشند به قطعیت گزاره همه انسانها حیوان ناطق نیست. ناطق بودن انسان از تعریف انسان استخراج شده است، اما جوشیدن آب در 100 درجه حرارت نه از تعریف آب که از آزمایش ناقص، آزمایشی که همه موارد در آن لحاظ نشده نتیجه‌گیری شده است. ما همه آبهای دنیا را آزمایش نکرده ایم، اما نتیجه چند آزمایش را به همه آبهای دنیا تعمیم دادیم. دیوید هیوم، فیلسوف انگلیسی، با استناد به قطعی نبودن گزاره و استدلال ترکیبی، قطعیت قوانین علمی و حتی صدق اصل علیت را انکار و امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی، در پاسخ به او مقولات از پیشی را مطرح کرد. در گفتارهای آینده درباره گزاره‌ها و استدلال‌های تحلیلی و ترکیبی و تمثیلی و دیگر انواع استدلال به تفصیل سخن خواهیم گفت. مختصر تعریف هایی که در اینجا ارائه شد تنها در حدی است که ما را در فهم ادامه بحث درباره سرنوشت رتوریک از قرن 16 به بعد، از دکارت به بعد، یاری کند. رنه دکارت با شک دستوری در صدق همه گزاره ها بران بود که تنها حقایق بدیهی گزاره های معتبر، پذیرفتنی و قطعی هستند. از منظر او شک کردن در اعتبار و درستی گزاره های غیر بدیعی بر فعل اندیشیدن، چون یک حقیقت بدیهی و قطعی دلالت می کند و از فعل اندیشیدن می توان وجود اندیشنده را نتیجه گرفت. دکارت با گزاره من فکر می کنم پس هستم آغاز کرد. از منظر دکارت و برخی متفکران همزمان با او، تنها استدلال‌های تحلیلی قطعیت داشته و پذیرفتنی بودند. اما این معیار منطق را به منطق سوری و گزاره منطقی و استدلال را به یکی از انواع آن، یعنی به استدلال یا به قیاس تحلیلی، تقلیل می‌داد. انسان‌ها در علوم و در بحث‌های روزمره از دیگر انواع استدلال، از جمله استدلال‌های ترکیبی و به ویژه از استقرا بهره می‌گیرند. بسیاری از مباحث، از جمله ارزش‌ها و نظریه‌ها را در علوم تجربی، علوم اجتماعی و سیاسی نمی‌توان با منطق سوری و استدلال تحلیلی اثبات یا رد کرد. اغلب قوانین علمی نیز بر بستر منطق غیر سوری کشف و با استدلال‌های ترکیبی غیر سوری اثبات می شوند. نظریات دکارت از زمینه‌های پیدایی مکتب پوزیتیویسم منطقی بود. در این مکتب هر گزاره یا حکمی که در قالب منطق سوری و قیاس ترکیبی قابل اثبات یا رد نیست بی‌معناست و گزاره‌هایی از این دست ارزشی معادل داشته و اعتبار آنها نه با استدلال عقلانی که با عوامل دیگر از جمله زور یا فایده عملی تعیین شود. بنبستی از این دست که ارزش انتخاب‌هایی بین قتل آدمیان یا حرمت جان آدمی یا انتخاب بین دموکراسی و استبداد را یکسان تلقی می‌کند، نقد فلاسفه بعد از دکارت را برانگیخت و کوشش آنان را برای بازسازی و بسط تعریف‌های قدیمی‌تر رتوریک و تبیین عقلانی و منطقی گزاره‌های غیر سوری
زمینه سازی کرد. انسان ها در جامعه درباره اخلاق و عدالت نیز استدلال می کنند. از منظر پوزیتیویسم منطقی این گونه استدلال ها را نمی توان در قالب قیاس تحلیلی و منطق سوری بیان و ارزیابی کرد. اما یک متفکر آمریکایی انگلیسی تبار به نام استفان تولمین با بررسی شیوه های استدلال مردم درباره اخلاق و یک متفکر بلژیکی به نام هایم پرلمن با بررسی شیوه های استدلال مردم درباره عدالت، انگارها و الگوهای استدلال مؤثر را در این دو عرصه استخراج و تدوین کردند. مارشال مکلوهان در سال 1951 در رساله دکترای خود با عنوان عروس میکانیکی فولکلور انسان صنعتی کارکردهای رتوریک را در فرهنگ عامه و رسانه‌های جمعی بررسی کرد. یورگن هابرماس فیلسوف بزرگ آلمانی نشان داد که انسان‌ها در ارتباط با یکدیگر و در کنش ارتباطی و کنش گفتمانی پیش فرض‌هایی را پذیرفتند، از جمله اینکه برای اثبات نظریات و گزارهای خود و برای قانع کردن مخالفان نظر خود به توضیح عقلانی و بحث و استدلال متوسل شوند، نه به زور یا فریبکاری و دروغ. از نظر پوزیتیویسم منطقی تنها استدلال‌های تحلیلی و از نظر دکارت تنها حقایق بدیهی یا گزاره‌هایی که با استدلال و قیاس تحلیلی از حقایق بدیهی استنتاج می‌شوند معتبرند. با این برداشت گزاره‌هایی را که حاوی ارزش‌ها هستند نمی‌توان اثبات یا رد کرد و اعتبار این گزاره‌ها یکسان است. هابرماس با تدوین استانداردهای کنش ارتباطی در حوزه عمومی معیارهایی برای اعتبار گزاره‌های ارزشی ارائه داد. از نظر هابرماس گزاره ارزشی هنگامی معتبر است که همه کسانی که نتیجه گزاره بر آنها تأثیر می‌نهد بتوانند آگاهانه و آزادانه این گزاره ارزشی را در گفتگو و گفتمان خردمندانه بپذیرند و پذیرش آگاهانه و آزادانه جبر استدلال قوی در گفتمان انتقادی و خردمندانه معیار اعتبار گزاره‌های ارزشی است. درباره معیارها و استانداردهای بحث و گفتگو و گفتمان خردمندانه از منظر یورگن هابرماس در گفتارهای آینده بیشتر سخن خواهیم گفت. بر بستر پژوهش‌های از این دست، جدا کردن دو بخش ابداع و ساماندهی از رتوریک و محدود کردن رتوریک به سه بخش سبک و زبان و ارائه که در قرن 16 رخ داد از میان برداشته شد. در دهه‌های اخیر دامنه کاربرد رتوریک به نقد و نظریه ادبی، مبحث ارتباطات و رسانه، فلسفه، هرمنوتیک، دین، علوم اجتماعی و انسانی و حتی معماری بحث یافته است و رتوریک تمامی عرصه‌هایی را در بر گرفته است که اندیشه آدمی در آنها معنا تولید و معنا را در ارتباط با دیگران بدانها منتقل می کند. برخی متفکران معاصر رتوریک را نوعی از ارتباط معنایی می دانند که از شیبه های استدلال، زبان، چالش های لفظی، ساخت و بافت متن و نوع رسانه ارتباطی تأثیر می پذیرند. رتوریک کلاسیک بر قانع کردن و اقناع مخالف بر بستر استدلال تأکید داشت، اما از منظر برخی متفکران معاصر اقناع به حوزه ارتباط بین انسان‌ها وابسته است و ارتباط تابعی است از رمزها و قراردادهای ارتباطی و معنای گزاره‌ها. در چند دهه اخیر آثار گوناگون نیز در پاسخ بدین پرسش‌ها که معنا چگونه شکل می‌گیرد و معنا چگونه منتقل می‌شود منتشر شدند. سرنوشت رتوریک از آغاز تا کنون معناها، کاربردها و کارکردهای آن را توضیح می‌دهند. اغلب مفاهیم و شیوه‌هایی که در گفتارهای آینده مطرح خواهند شد از رتوریک معاصر، منطق و دیالکتیک استخراج شدند. با ارسال انتقادها، نظریات و پیشنهادهای خود ما را در ارتقای این گفتارها یاری کنید. متشکرم.